در مورد مزخرف‌ترین بازی تاریخ مافیا اختلاف نظر زیاده، ولی مطمئناً کسی نمیتونه منکر بشه که عجیب‌ترین و خفن‌ترین بازی مافیا اون قسمتی بود که افشاری نوویان و واشقانی هر سه مافیا شدن و در یک حرکت خوب و شطرقی خودزنی کردن و کنستانتین از همه جا بیخبر این مافیا رو به بازی برگرد. این مافیای عزیز تا آخر بازی برای کل تیم سفید باقی موند. مافیا از خواب بیدار شدن با کنستانتین. آیا احضار روح می‌کند؟ تیم مافیا از خواب بیدار شدن که نیده درخشان از کجا اومد؟ در پای صحنه بازی گفته میشه ریشه این برنامه در تمرین ها و قبل از بازی توسط امیرعلی ریخته شده. همچنین مخاطب میبینه که این حرکت کثیف بازی کردن ولی خانه یوسفی درست بازی کرد. توسط امیرعلی به واشقانی و افشاری گفته میشه. امیرعلی گفت بزنیم خودمون بزنیم. شاید بعد گفتم بخریم. ولی این تمام داستان نیست. من همیشه میگم این امکان وجود داره که خاطرات در ذهن ما عوض بشن و یا ما فراموش کنیم که ریشه ایده هامون از کجا اومده. بنابراین این داستانی که من الان تعریف میکنم به این معنا نیست که امیرعلی نوویان ایده دوزی کرده. در فصل اول قسمت هفتم از شبهای مافیا، فرزاد حسنی همراه با دو پلیر دیگه به عنوان مافیا معرفی شدن. فقط تیم مافیا بیدار شدن. از بدشانسی فرزاد یاراش خیلی زود لو رفتن و نوویان موفق شد برای یکیشون رای جمع کنه و دومی رو در شب بزنه. فقط لئون بیدار شد. بعد از نیتن درمیشانپور من با ارسلان را وقتی نوبت به بیرون انداختن فرزاد حسنی شد، حسنی داستان جالبی رو تعریف کرد. اون گفت از کجا میدونی که مافیا یکی از یاراشو خودش نزده؟ نمیپرسم امیرعلی، تو جواب منو بده. اگر در بازی مافیا شب یکی از خودشو زده باشه، فرض محال که نیستش که. سناریویی که هم عجیب بود و هم منطقی نبود. حتی خود امیرعلی هم گفت از این جور سناریوها سر در نمیاره. مافیا یکیشون رفته بیرون، دومیشو خودش بزنه. اینا سناریوها دیگه خیلی دیگه پیچیده است. من متوجهش نمیشم. خلاصه اینکه سناریوی حسنی مورد پذیرش واقع نشد، ولی در خاطره نوویان ماندگار شد. در نهایت کردیت این سناریو برای حسینیه، ولی اجرای بی نقصش مطمئنن متعلق به نوویان میمونه. به قول قدیمی ها، کار را که کرد آن که تمام کرد.